نهنگ شیبا اینو 4 میلیون دلار توکن سند خریده است. انفجار شیبا اینو در راه است. آیا شیبا در سال 2022 یک صفر دیگه میندازه و خودش رو به مرزهای 1 سنتی و بعد از اون به 1 دلاری نزدیک میکنه یا نه؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها با خبر بشید. نهنگ شیبا اینو 4 میلیون دلار توکن سند خریده است. گیملی نهنگ ارزهای دیجیتال که در حال حاضر 1 تریلیون توکن شیبا اینو دارد و در رتبه ششم سرویس ردیابی ویل قرار دارد، توکن های سند خود را افزایش داده است. بر اساس داده های موجود گیملی 585,000 توکن سند خریداری کرده است. حالا شیبا اینو با ارزش بازار حدود 20 میلیارد دلار در رتبه 13 بازار قرار دارد و سهم 0.81% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.4 تا 0.36 دلار با احتساب نرخ تدری 29,899 تومان معادل 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 1 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر حدود 1% افزایش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.408 دلار بوده که امنیت 58% پایین تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می شود صرافی بایننس با سهم 17% از حجم معاملات روزانه است. تا به این لحظه تغییرات یک ساعتی، یک روزه، 30 روزه و 60 روزه منفی بوده، یعنی اینکه روند نزولی داشتن، ولی تغییرات 7 روزه، 14 روزه، 6 ماهه و 1 ساله همگی روند سودی داشتن. مطمئناً تغییرات یک ساعتی، یک روزه، 30 روزه، 60 روزه که روند نزولی داشتن در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد. تو استفاده کلاهبرداران از برند متا ماسک برای سرقت از کاربران. بنابر گزارش توکن اتریومی ماسک که به تازگی در بازار عرضه شده، یک پروژه کلاهبرداری است و هیچ ارتباطی با کیف پول متاماسک ندارد. گروهی از هولدرهای اتریوم اعلام کردند این توکن را فقط می تواند خرید ولی امکان فروش آن وجود ندارد. به نظر می رسد برخی از کاربران در ساده شروع به کار این پروژه موفق به فروش این توکن ها شده باشند، اما بعد از آنکه حجم خریدها از 1 میلیون دلار عبور کرد، گزینه فروش مسدود شد. گفتند این کاربران فریب تشابه اسمی این پروژه را خوردند، زیرا کیف پول متاماسک تاکنون هیچ توکنی به نام خود به بازار عرضه نکرده است. شمار افرادی که قربانی این پروژه کلاهبرداری شدند 400 نفر بوده است. نهنگ‌های ناشناس حدود 4 میلیارد دلار بیت کوین جابجا کردند. پلتفرم تحلیلی ویل اعلام کرد که آدرس‌های ناشناس فقط در چند ساعت بیش از 4 میلیارد دلار بیت کوین جابجا کردند. این تراکنش‌ها در شرایطی انجام شد که بیت کوین نتوانست ناگهان 51,000 دلار را حفظ کند و بهای آن با افت 5% مواجه شده بود. مجموع بیت کوین‌های منتقل شده در این تراکنش 75,615 واحد بوده است. کاهش دارایی نهنگ‌های شیبا اینو به 2 میلیارد دلار. طبق گزارش تیم رصد ویل، ارزش دارایی شیبا اینو حدود 50 میلیون دلار کاهش یافته و به زیر سطح 2 میلیارد رسیده است. با این حال قیمت این ارز دیجیتال از زمان تغییر ارزش دارایی نهنگ‌ها همچنان بدون تغییر مانده است و ظاهراً عامل کاهش دارایی‌ها با بهای شیبا اینو ارتباطی ندارد. در حال حاضر شیبا اینو محدوده 0.4 تا 0.36 دلار معامله می‌شود. سوء استفاده هکرها از سرورهای HP برای استخراج ارز دیجیتال. اخیراً تعدادی از هکرها کنترل گروهی از سرورهای HP را در دست گرفتند و از آنها برای استخراج از راه دور یک ارز دیجیتال استفاده کردند. هکرها در 9 دسامبر با حمله به سرورهای یک شرکت کنترل سخت افزاری آن را در دست گرفتند و کار خود را شروع نمودند. در آن زمان قدرت آنها بیشتر از تمام طرفهای دیگر روی بلاکچین این ارز دیجیتال بود و توانستند از 9 تا 17 دسامبر یعنی 18 تا 26 آذر بیش از 110,000 دلار استخراج کنند. سقوط اتریوم به زیر 4000 دلار. نهنگ‌ها مشغول فروش هستند. تعداد آدرس‌های حاوی 1000 اتریوم در هفته جاری به پایین‌ترین مقدار خود در 4 سال اخیر رسیده است. این وضعیت در شرایطی رخ داد که بهای اتریوم به زیر ناحیه 4000 دلار سقوط کرد. داده‌های وبسایت تحلیلی تعداد نهنگ‌های دارای 1000 اتریوم در روز دوشنبه یعنی 6292 عدد بوده است. تعداد آدرس‌های آبی 1000 اتریوم در ماه ژانویه 7239 عدد بود که نقطه اوج آن هم محسوب می‌شود. این تحولات نشان می‌دهد مالکان این آدرس‌ها مشغول فروش اندوخته‌های خود بودند. نزدیک 10 میلیارد دلاری هکرهای ارز دیجیتال در سال 2021. بر اساس گزارش سالیانه در سال 2021 مجموعاً 231 حادثه امنیتی در بلاکچین رصد شده است که مجموع تمام سرقت‌های حاصل از آنها حدوداً 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. گفته می‌شود 2-3% از این حفره‌های امنیتی با مجموع سرقت بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به حوزه امور مالی غیر متمرکز بوده است. با کلاهبرداری‌هایی که تقریباً همه روزه در حوزه دیفای رخ می‌دهد، رقم ذکر شده ممکن است از مرز 10 میلیارد دلار فراتر رود.
خروج ماینرهای بیت کوین از قزاقستان به خاطر فرسودگی زیرساخت‌های برق‌رسانی، اعمال ممنوعیت‌های مرتبط با استخراج بیت کوین در چین سبب شد قزاقستان به مکانی جذاب برای ماینرها تبدیل شود. اما با گذشت 7 ماه از این جابجایی به نظر می‌رسد ماینرها از قطعی‌های مکرر برق در قزاقستان کلافه شده و در پی خروج از این کشور هستند. برخی از ماینرها هم اعلام کردند به دلیل این وضعیت در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. گفته می‌شود بعضی از شرکت‌های واحد‌های استخراج خود را تعطیل کردند و در فکر انتقال تجهیزات خود به آمریکا هستند. علت اصلی این وضعیت فرسودگی زیرساخت‌های این کشور بوده که در همین حال مردم قزاقستان هم حضور ماینرها را عامل قطعی‌های مکرر می‌دانند. کریپتاک همکنون به صورت درون زنجیری در فیپ سواب در دسترس است. فیپ سواب یک صرافی غیر متمرکز چند زنجیری است که برای محافظت و برآورده کردن نیازهای کاربران خود با پیام رسان رمزگذاری شده کریپتاک مشارکت می کنند. در نتیجه این همکاری توکن کریپتاک به نام کریپ وارد فهرست صرافی فیپ سواب شده است. علاوه بر این هر دو این پروژه ها به دنبال ایجاد یک محیط مبادله‌ای شفاف هستند که در آن تمام پروژه ها حسابرسی شده باشند. معاون اجرایی علی بابا: من ارزهای دیجیتال را دوست دارم. دسای معاون اجرایی گروه علی بابا اظهار داشت که به ارزهای دیجیتال علاقه‌مند است. کوین سرمایه گذار و سفیر کوین بیس نیز در آن حضور دارد. با وجود علاقه شخصی مدیر عالی علی بابا به ارزهای دیجیتال، شرکت علی بابا عمدتاً به خاطر حضور در چین سیاست ضد ارزهای دیجیتال را در پیش گرفته است. اما لیست شدن شیبا در صرافی رابین هود، این مدت خبرهای زیادی راجع به لیست شدن شیبا در صرافی رابین هود شنیدید که همین خبر موجب روند صعودی شیبا شد و همچنین نهنگ ها هم بی تأثیر نبودن. ولی آیا امکان این وجود داره که در سال 2022 شیبا در صرافی رابین هود لیست بشه و صرافی رابین هود جواب مثبت به شیبا بده؟ باید منتظر بمونیم که ببینیم در سال 2022 چه اتفاقی میفته. آیا شیبا در صرافی رابین هود لیست خواهد شد یا نه؟ به احتمال خیلی زیاد در سال 2022 انفجار شیبا شروع خواهد شد و در این انفجار اگه در صرافی رابین هود لیست بشه مطمئنن روند انفجاری چند برابر خواهد بود و همه هولدرهاش رو خوشحال میکنه شیبا به دلیل اینکه سودهای این گفتی برای اونها به وجود میاره، نه تنها برای هولدرها بلکه برای تیم توسعه دهنده شیبا. صرافی رابین هود ارقام رو به وجود میاره و سودهای این گفتی هم به اونها تعلق میگیره در این میان. اما آیا شیبا در سال 2022 یک صفر دیگه میندازه یا نه؟ متاسفانه این رو بهتون بگم، به گفته کارشناسان شیبا در سال 2022 هیچ صفری نمیندازه، ولی در سال 2023 یا در سال 2025 یک صفر دیگه میندازه و باید منتظر بمونیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی به این نکته توجه کنید که نرید همه سرمایه خودتون رو به شیبا تبدیل کنید. شاید شنیده باشید که مثلا در سال 2022 شیبا چند صفر میندازه، ولی به گفته کارشناسان در سال 2022 شیبا هیچ صفری نمیندازه، فقط رکورد قبلی رو خواهد شکست به احتمال خیلی زیاد. و به اینم توجه کنید که ولی اگه سرمایه‌تون رو نگهداری مطمئنن در سال 2023 یا در سال 2025 شیبا یک صفر دیگه میندازه و خودش رو به مرزهای 1 سنتی و بعد از اون به 1 دلاری نزدیک میکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید. تا درودی دیگر، بدرود.